بسم الله الرحمن الرحیم. چه رحمتی بیشتر از این که دور هم جمع شدیم و به دیدار هم نائل شدیم با عشق، با شوق، با اخلاص و ارادت به آستان فرهنگ متعالی و آسمانی سرزمینمون. و چه رحمتی بالاتر از این که معجزه بهار و رستاخیز طبیعت هم مقارن شده با این دیدار و خداوند نمایشگاه سالیانه بهار رو دو مرتبه تکرار کرده، نمایشگاه بین المللی انوال، چون نمایشگاه بای انوال هست، دو سالانه، سالانه، نمایشگاه سالانه هر سال تکرار میکنه خداوند. اونایی که ندیدن دوباره ببینن که چگونه از خار خشک رطب بیرون میاد و گل بیرون میاد و به قول مولانا چون این گل بدرنگ را در رنگ ها می آوری، ای صلح داده جنگ را و ای آب داده سنگ را، چون این گل بدرنگ را در رنگ ها می آوری. البته خداوند دائما نمایشگاهش برپا هست. نمایشگاه بهار که تموم شد، نمایشگاه تابستان میذاره. نمایشگاه تابستان که تموم شد، نمایشگاه پاییز میذاره، بعدم نمایشگاه زمستان. هر چهارتاش نمایشگاهه. کالاهایی رو عرضه میکنه، برکاتی درش هست، درسهایی که درسهایی رو زمستان میدن، درسهایی رو تابستان میدن. الان در بهار به قول مولانا فصل توریستیه برای طبیعت. یه عده توریست معلوم نیست از کجا، گل و سبزه و گیاه اینا که نبودن اینجا، معلوم نیست از کجا اومدن، اومدن اینجا و به قول مولانا میگه که ما این غریبان رو، غریبان عالم خاک رو غنیمت بشماریم. خیزید ای دوست تان تا به سب تا به تا در بوستان منزل کنیم. آمد بهار ای دوستان، منزل به سروستان کنیم. گرد غریبان چمن، غریبان چمن. چرا گفته غریبان چمن؟ برای اینکه ما خودمونم اینجا غریبیم، ما خودمونم اینجا غریبیم. برای اینکه ما که مال خاک نیستیم، ما مال اینجا هستیم. از دل خاک که چشم و ابرو و شعور و فهم و آگاهی و عشق و محبت و اینا معلوم شه که اینا اومدن اینجا یه تماشایی بکنن، اومدن توریستی اینجا. و واقعا این گل از یه عالمی آمده، گل قاصدیست ز بستان عقل و جان. گل چیست؟ قاصدیست. این پیغمبران در واقع به تعبیر دیگری، همطور که پیغمبران میان آیات میخونن، هر گل نوز گل رخی یاد همی دهد، ولی گوش سخن شنو کجا، دیده اعتبار کو. همون بلایی که سر کتب آسمانی ما میاریم، یعنی به غفلت میگذرونیم و یه نگاهی میکنیم و میگذریم، یا یه قرائتی میکنیم و اینا رو یه مقداری بر حسب مساله خودمون تنظیم میکنیم، بهره نمیبریم. و از این نمایشگاه درسی که باید بگیریم، از این کارگاه هستی نمیگیریم. اینقدر درس ها هست در بهار، در تابستان، در زمستان، در پاییز. چون گشت جهان را دگر احوال عیانیش، چون کرد خزان بکسرد خزان راز نهانیش. چرا؟ بر این که خزان میاد بعد از این یه اسراری رو اون
رازهایی رو آشکار میکنه. زاغ میاد زبان به فصاحت باز میکنه، کلاغ میاد میشه بلبل گوینده و بلبل خاموش میشه. بربست زبان بلبل از لحن اقانیش اون زبانش میبنده میره. چرا؟ برای اینکه اون یک موعظه دیگری داره. کلاغ رو دست کم نگیریم، کلاغ هم همونقدر مهمه که بلبل. بلبل یه حرفایی میزنه، به پالیز بلبل بنالت همین. کنون خورد باید می خوشگوار، از فردوسی آغاز کنیم بهار رو. کنون خورد باید می خوشگوار، که می بوی مشک آید از مرغزار. این همونیست که حافظ گفته باد بهار می وزد باده خوشگوار کو. گلبن عیش می دمد ساقی گل عذار کو. کنون خورد باید می خوشگوار، که می بوی مشک آید از مرغزار. هوا پر خروش و زمین پر ز جوش، خنک آن که دل شاد دارد به نوش. همه بوستان زیر برگ گل است، همه کوه پر لاله و سنبل است. به پالیز بلبل بنالد همی، گل از ناله او ببالد همی. چون گل خیلی خوشحال میشه که یه نفر داره برای شعر میگه و اظهار ارادت میکنه، همطور که عاشق دنبال معشوقه، معشوق هم هضم میکنه، ممکن به رو خودش نمیاره البته، ولی اگر که چشم ابروی یه جایی باشه و هیچ ستایش نشه هیچ مطلوب نیست. و میباله گل بلبل به خودش که بله اینا رو برای من داره میخونه، این غزلیات رو، این شعرها رو من برانگیختمش. بلبل از فیض گل آموخت، به اون گل بغلیش میگه که بلبل از فیض گل آموخت. گل هم وقتی میگن منظور گل سرخ بیشتر، لاله و نسرین اینا رو به عنوان خدمه و کنیز و اینا حساب میکنن. پادشاه گله، افسر سلطان گل پیدا شد از طرف چمن. مقدمش یارب مبارک باد بر سرو و سمن. به پالیز بلبل بنالت همی، گل از ناله او بنالت همی، ببالت همی. درخت قنچه برآورد و بلبلان مستند. یه قوغایی به پا کردن در ادبیات که توجه ما رو جلب کنن که ببینید چه خبره، چه رقصی، چه شادی. لاله ساغرگیر و نرگس مست و بر ما نام فسق. و میگن تو چرا چیز میکنی، عیاشی میکنی؟ ما همشون دارن عیاشی میکنن. این گناهیست ایست که اول من مسکین کردم. لاله ساغرگیر و نرگس مست و بر ما نام فسق. داوری دارم بسی یارب کرا داور کنم. به دور لاله دماغ مرا علاج کنید، به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم. بهار توبه شکن میرسد چه چاره کنم. به دور لاله دماغ مرا علاج کنید، گر از میانه بزم طرب کناره کنم. درخت قنچه برآورد و بلبلان مستند، جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند. به قول ناصر خسرو میگه من پیر دید، جوان دیده بودم که پیر بشه، ولی جوان ندیدم که پیر ندیدم که دو مرتبه برگرده. مال فرخی البته. پیر ندیدم که تازه گردد و امرد، وقت بهار است و وقت ورد مورد. گیتی گردید
همچو خلد مخلد، ولی پیر ندیدم که تازه گردد و امرد. امردم یعنی همون جوانو که هنوز موش در نمیاد. رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید. وظیفه گر برسد، یعنی اگه پولی برسه، مصرفش گل است و نبید. ابر آزاری برآمد، باد نوروزی وزید. وجه می میخواهم و مطرب که میگوید رسید. یه کریمی هست که میومدن قدیم میگفتن که ما مثلا 500 تومن 1000 تومن پول میخواییم. یه فقیری میامد میخواد پول مسافرت، برگردیم به کشورمون، پول مسافرت ما رو بدین. بعد یه نفر تو مجلس میگفت رسید، یعنی من میدم. حالا حافظ میگه وجه می میخواهم و مطرب که میگوید رسید، ولی در جای دیگه خودش گفته نیست در کس کرم و وقت طرب میگذرد. چاره آن است که سجاده به می بفروشیم. نمیده کسی پول، نمیگه رسید. اینا مردم مروت نیست در سرها که اندازن دستاری، کسی کمکی نمیکنه. بایستی که خودت پرداخت بکنی. ما باید از وجود خودمون بهای اون باده عشق رو پرداخت بکنیم، که خرقه و گل از بهای هرچه باده و گل از بهای خرقه می باید خرید. چاره آن است که سجاده به می بفروشیم. حالا اینا ظاهرن کفرآمیز هم به نظر میاد، میگن عجب آدم چیزی بوده، ملعونی بوده اینا. یه عده میگن عجب رندی بوده، خوب زده به این کاسه کوزه اهل دیانت و سجاده شدن بفروشه شراب بخره. وقت سفارش هم کرده که هیچ چاره دیگه نیست. چاره آن است که سجاده به می بفروشیم. بله همینطوره، برای اینکه سجاده ما به درد نمیخوره. زهی سجاده تقوا که یک ساغر نمیارزد، تازه ببری اونجا میگن نمیدیم، این به درد نمیخوره سجاده. این سجاده یعنی همین دکانی که ما باز کردیم به عنوان دیانت. من مسیحیم، من نمیدونم زردشتیم، من کلیمیم، من سنیم، من شیعم و عناوینی، من جهوه نمیدونم چی هستم، جهوه ویتنس هستم، که اونا میفتن به جون آدمیزاد در خارج که بیای شما چیز بشین، مسیحی بشین. و اونم توی این مکتب به خصوصی که ما میگیم جهوه ویتنس، کتابشون هم دائما دستشون و آیات زیرش خط کشتن که این آیه رو نیا کن، اون آیه رو نیا کن. اینا این مدتی هم دنبال ما افتاده بودن در لندن که بیا اونجا. هم شعرها رو از همین مقوله براشون خوندیم که ما سجادمون رو دادیم و میخواییم یه خورده شراب بگیریم. اگه دارین شما یه شرابی، تو که مست نیستی، تو الان قیافت معلومه، هزار غم و غصه داری، تو یه اگر یک شرابی داری بیار بده ما که ما هم بخوریم، وگرنه فارغ بودن ز کفر و دین من است. انعکاس بهار در ادبیات واقعا شور و غوغاییست. حالا هم اونایی که فقط به ظاهر پرداختن، هم اونهایی که در باطن این ظاهر یه حقایقی رو دیدن و اونها رو بیان کردن. در آغاز همین استفاده که از بهار میکردن یا معشوقشون تشبیه میکردن، خرم بهار خواند، فکر کنم مال دقیقی و این چیزا باشه، ما شعرهای اولیه، خرم بهار خواند عاشق تو را که تو لال رخ و بنفش خط و یاسمن تنی، ما را جگر به تیر فراق تو خسته گشت، ای صبر بر فراق بتان نیک جوشنی. حالا اینو ادبا میگن این صنعت التفات داره، یعنی هی از غائب میره به حاضر، از حاضر میره به غائب، میاد به اول شخص دوم شخص، که خرم بهار خواند عاشق تو را که تو لال رخ و بنفش خط و یاسمن تنی،
ما را جگر به تیر فراق تو خسته گشت. ای صبر، اونم خطاب به اونه، ای صبر بر فراق بتان نیک جوشنی. یا اون اشعار بسیار بدیعی که آمد نوروز هم از بام داد، آمدنش خرم و فرخنده باد، مرد زمستان و بهاران بزاد، زبر سمن روی سمن بوی راد، گیتی گردید چو دارالقرار. خیلی زیباست، مال فرخی، مال منوچهری. نوبهار آمد آورد گل و یاسمنا، یا فرض کنید اون قطعه چون پرند نیل گون بر روی پوشد مرغزار، پرنیان هفت رنگن در سر آرد کوسار. ولی اینا دل آدم باز نمیشه، با اینکه باغ و سبزه و گل و اینا هست دل آدم باز نمیشه. اما وقتی میگن شما تو ادبیاتی که شاعران بصیر و دانا و حکیم که نقش رو دیدند و نقاش رو پیدا کردن و شما رو به نقاش دعوت میکنن نه به نقش، نقاش وجود، این همه کس، این همه صورت که بپرداخت، نقاش وجود این همه صورت که بپرداخت تا نقش ببینی و مصور بپرستی. وقتی میرسیم به چه در شرق چه در غرب، شاعرانی هستن که وقتی بهار رو مطرح میکنن، نرگس رو مطرح میکنن، بعد یه حرفی میخوان بزنن، وگرنه نه اینا میاد میره. به قول سنایی چند، ببخشید ناصر خسرو، چند گویی که چو هنگام بهار آید گل به باغ آید و بادام به بار آید، گل سوار آید بر مرکب یاقوتین. حالا وزن سنگین هم داره. گل سوار آوید بر مرکب یاقوتین، لاله در پیشش چون قاشیه دار آوید، باد با بید به صلح آوید در بستان، لاله با نرگس در بوس و کنار آوید، همچو گردون شود همچو باغ چون گردون شود از ایدون. یعنی در این پایین، اینجا ایدون یعنی اینجا اکنون، ایدون یه معنیش هم اکنونه. زهره از چرخ سحرگه به نزار آوید، این چنین بیهوده ها نیز نگو با من. این حرفای زیادی نمیخواد بزنی، بهار شده و نمیدونم باشیم برین سبزه و سمن و چرز، اینا رو به من نمیخواد بگی. این چنین بیهوده ها نیز مگو با من، که مرا از سخن بیهوده آراید، شصت بار آمده نوروز مرا مهمان. مثلا ممکن 70 سالش بوده که این شعر رو گفته، من 60 نوروز دیدم، 60 بار آمده نوروز مرا مهمان، جز همان نیست اگر 600 بار آید. 600 دفعه هم بیاد همینه دیگه، بالاخره دیدی به کجا میخوای برسی. مهم این است که از این آمد و شد گذر فصل ها ما رشد بکنیم. تو که شکوفا نشدی، بهار نشدی، هنوز خزانی، برگ و بارت ریخته زار و نزار و ارچبت که براون اند سیر، به قول اون شاعر انگلیسی، قهوه‌ای و پریده و رنگ، و تو که به جایی نرسیدی، هی بهار میاد بره. بنابراین شاعرانی بودن که وقتی از نرگس صحبت کردن، مثل رابرت هریک میگه این نرگس زیبا، دلم اول به حال تو میسوزه، برای اینکه تو هنوز نیومده داری میری، بعدنم چه عجله‌ای داری که حالا شتاب کردی، هنوز به وسط و سما نرسیده خورشید، تو میخوای راه تو کج کنی بری به طرف غروب و داری میری اصلا. بعد میگه که حالا اشکالی هم نداره، فقط یه خورده صبر کن، مام زیاد طول نمیکشه، مام صبر کن، با هم نماز مغرب رو با هم میخونیم، با هم میریم. مام همین مثل تو هستیم، ما مثل شبنمی سحرگاه چشم به عالم باز میکنیم و غروب میبندیم. ما مثل تو هستیم. این یک
نکته درش هست، لطیفه درش هست که تو حواست هست که این بهارا میاد و میره، اینا این عمر ماست و تو به همین سرعت که گل رفت تو هم میری و به همین سرعت که نرگس رو به افول گذاشت تو هم میری. علم دولت نوروز به صحرا برخاست، زحمت لشکر سرما ز سر ما برخاست. سعدی اول زیبایی رو بیان میکنه بعد نتیجه میگیره. بر عروسان چمن، واقعا از بهترین ابیات ادبیات جهان این بیته که این زیبایی من کم دیدم، که بر عروسان چمن بست صبا هر گوهری که به قواسی ابر از دل دریا برخاست. یعنی صبا نکه مثل باد رد میشه، میاد این دانه های گوهر باران رو که گفت در گوهر میبارن بر سر ما، هنری دیوید تورو، این دانه های مروارید که چه مرواریدی که میخوره به سر آدم، آدم لذت میبره وگرنه سرش زخم نمیشه. این مروارید خیلی لطیفتر از اون مرواریده که مردم به سرش دعوا میکنن و اینو مجانن برو الان زیر بارون واسه بینگ میرزن رو سرت، در گوهر میبارن بر سر ما. اینها رو میاد سبا که همون باد ملایم باشه میبنده به گوش ستاره ها، ببخشید گل و گیاهان، شکوفه ها، هر کدوم که یه دونه میذاره اینجا، یه دونه میذاره اونجا، یه دونه گوش این میکنه، یه دونه دست این میکنه، اینا رو بر عروسان چمن که همین گل ها باشن، بست سبا هر گوهری که به قواسی ابر. اینا رو از کجا آورده بودن؟ ابر قواسی کرده بوده، رفته توسیر و سحابن، خداوند کسیست که سحاب رو ارچود که ارسل ریاه فتوسیر و سحابن هوالذی ارسل ریاه، خداوند بادا رو میفرسته، اون بادا ابر چیز میکنن، بادا ابرا رو از کف دریا آب بخار رو برمیدارن میارن، بعد میبرن فسقناه الی بلد میت، میبرن به یک سرزمین مرده. بنابراین این قواسی میکنه از قعر دریا، این آب رو برمیداره میبره رو آسمون، بعد میاره یکی یکی که ابر آورده بود میده به سبا، سبا اینا رو میبنده به گوش گلها و میرزه در نثار میکنه پای سبزه و صحرا، هر چمنی یه ذره بهش میرسه، پر از شبنم میشه. بر عروسان چمن بس سبا هر گوهری که به قواسی ابر از دل دریا برخاست. یا بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار، که بهار اول بهار میشه دیگه، روز شب مساوی میشه، بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار، صوفی از صومعه گو خیمه بزن بر گلزار، وقت آن نیست که در خانه نشینی بیکار، تا که آخر سر غفلت چو بنفشه در پیش، تا که آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش، آفرینش همه تنبیه خداوند دل است، دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار، چند در خوابی و عرشبت که نرگس بیدار. وارد این مقولات میشه که هر که امروز نبیند اثر قدرت او، غالب آن است که فرداش نباشد دیدار. اگر که امروز آثار قدرتشو ندیدی، تو این آثاری که هزار درجه اومده پایین تر تو نمیبینی اینو، اون وقت اونو میخوای ببینی؟ روز قیامت هم میخوای، میگن آقا خودتو نشون بدین، میگن شما اونجا ما در گل ظاهر شدیم، در بلبل ظاهر شدیم، شما ندیدین، کور بودین اصلا شما. میگه که قال لما حشرتنی اعما، گفت چرا که منو کور محشور کردی؟ گفت من کور محشور نکردم، کور بودی از اول که اومدی اینجا، چشم نیوردی، چشم قرار بود کسب بکنی که نکردی. بعد میگه که این هنوز اول آزار جهان افروز است، باز تا خیمه زند دولت نیسان و ایار. بعد نمایشگاه بعدی که تابستون میشه،
رو نظر باز کن و خلقت نارنج ببین، ای که باور نکنی فی شجر الاخضر نار، عقل عاجز شود از شاخه زرین عنب، فهم حیران شود از حقه یاقوت انار. مژدگانی که گل از غنچه برون می آید، صد هزار آغ چه ریزن عروسان بهار. اینا رو میگه، ولی اینها مقدمه است برای اینکه ما مثل غنچه از حالت غنچگی و بستگی بیرون بیایم و ما هم باز بشیم. حالا این غزل حافظ رو میخوایم بخونیم که زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی. چندین بار این غزل رو خوندیم و گفتش که هر سلامی را به معنایی بخوان، تا نگردی خسته از تکرار آن. هر دفعه با یه معنی دیگه بخون. بعضیا میگن آقا ما چیکار بکنیم، این هی هر روز اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، باز فردا هم همین صراط الذین انعمت علیهم. این چه تکراریه؟ بودن یک واعظی، یک پیشنمازی، نمازش که تموم شد روشو کرد به اون خطیب که کار ما تموم شد، حالا شما هم گفت شما هم بلند شین، ما نمازمون رو خوندیم، شما هم بلند شین، اون حرفایی که 30 سال داریم واسه مردم میزنین سر اینو تای واس کنین، به تای اون تای اونو واس کنین به سر این، یعنی جا به جا بکنین، دو مرتبه هم حرفا رو بر مردم بزنین. طعنه میزد به اون خطیبه. خطیبی گفت باز لااقل ما سر اینو به تای اون واس کنیم، تو که 40 ساله داری همون نماز رو میخونی، یک کلمه‌ش هم عوض نمیکنی، ما بالاخره باز گاهی یه دو تا شعرش عوض میکنیم، تو که همون 40 ساله همون داری میخونی. ولی اگر آدم سالک باشه و هر کدوم رو به یه معنایی بخونه، هر روز اهدنا الصراط المستقیمش فرق میکنه. یک صراط المستقیم اگه فرق نمیکنه، بدونی که اون نماز باطل شده، همون جایی هست که دیروز بودی. امروز اهدنا الصراط المستقیم ما چیه؟ چه اندیشیدی درباره ای دل، چه اندیشیده ای در عذر آن تقصیرها؟ امروز غیر المغضوب علیهم یه معنی دیگه داره. امروز صراط الذین انعمت علیهم معنیش فرق میکنه. ولالظالین رو تازه فهمیدی که ولالظالین کیا هستن، تازه متوجه شدی، دیروز نمیدونستی. اینی که اگر دائما انسان در سیر و سلوک باشه، هر بار که میخونه این حافظ رو از بچگی بخونه تا آخر عمر. قدسیان بینم که شعر حافظ از بر میکنن. زکوی یار میآید نسیم باد نوروزی، از این باد در مدد خواهی چراغ دل برافروزی. اولا این نسیم سبا که میاد از کوی یار میاد، حالا میگن معلوم این از بیابونای اطراف میاد دیگه، یه جای هوا سرد و گرم میشه، و این حرفو چه شما میزنید که از کوی یار میاد؟ یا مثلا میگین این زلزله، مثلا خداوند اراده میکنه که یه جایی غضب میکنه بر یه قومی، زلزله می زلزله یه بخاراتی در زمین هست، زلزله تل ارض لحبس الابخره، مال حبس ابخره است، فشارهای زمین زیاد میشه، از یه جایی هم میزنه بیرون، اگه نتونست بزنه بیرون آتش فشانی بشه زمین رو تکون میده و یه رگی میجنبه. ولی مولانا میگه که رفت اسکندر به پای کوه قاف، رسید به کوه قاف و گفت اون کوه معروف که میگن تو هستی؟ گفت بله. گفت تو خصوصیت چیه؟ گفت من خصوصیتم این که دور تا دور زمین من همه جا رو گرفتم و تمام کوههای دیگه بچه های من هستن و رگ های من هستن، من قلبم و اینا رگ های من هستن. من اگر که یک خداوند دستور میده که مثلا فلان رگو شما نشستی اینجا، میگن شست پا تو تکون بده، شست پاش تکون میده، یه مرتبه یه زلزله میشه، یه جایی خبری میشه. و اینها رو علمای فیزیک و اینا خب یه قدری چیز میکنن، حقم دارن، ظاهرا حمله بر ساده اندیشی و ساده لوحی میکنن، ولی جوابش این است که هر چیزی ما قبول داریم که علتی داره، ولی اون علت چه علتی داره، اون علت هم علتی داره تا میرسی به علت العلل، پس خداست. اگر میخوای بگی که این علت ها تا بی نهایت میره که نمیره، نمیشه علت، نمیتونی شما بگین که
آقا این نوری که تو این آینه افتاده علتش چیه؟ چون ما این آینه میدونیم که نور نداره، آینه که نور نداره، ماهیت که وجود نداره از خودش. بنابراین این نور تو این آینه میگن از کجاست؟ از کجاست؟ بعد میگن این نور از اون آینه افتاده. نگاه میکنم میگن بله از اون آینه افتاده. بعد میگن خب اون آینه از کجا بود؟ چون اون آینه هم نور نداره. میگن اون که علت نیست، اونم معلول خودش. میگن اون از اون آینه اون طرفی افتاده. بعد نگاه میکنم میگن بله. و همینطور میره تا بعد بالاخره برسه یه جایی که نمیشه همش آینه باشه که. میشه که تا آخر تا قیامت و تا بی نهایت شما برین همه این آینه از اون آینه ها. پس نور از کجا اومد؟ جز بدیهیاته. احتیاج برهان اسد و اخسر بهش میگن، یعنی ساده ترین و محکم ترین برهان بر این که بالاخره باید منتهی بشه به علت العللی، باید برسه به اونی که رأس کاره. حالا شما میگی که این مشکل از این به من رسیده، خب این از کجا اومد؟ اینم از یه جای دیگه اومد که از یه جایی همینطور میرسه تا به اون علت العلل. برابر خیالتون راحت باشه که گر رنج پیشت آید و گر راحت ای حکیم، نسبت مکن به غیر که اینها خدا کنه. نون خداست که نون درست میکنه. افرایتم النار التی تورون، این آتش میبینه اینو من روشن میکنم. میگه آقا اینو من خودم آوردم اینجا، چیز کردم، کبریت آوردم، نمیدونم نفت ریختم و اینا. ولی تو اگر عللش رو دنبال بکنی، عرض شود که هو الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارن، من براتون از درخت خشک، این آتش که نبود، این از تو من گذاشتم این انرژی رو توی درخت. درخت از کجا بود؟ درخت میگن از کلروفیل، از خورشید گرفته نور. بالاخره همه این انرژی های زمین بالاخره مال خورشیده، نهایتا از خورشید میاد. باز همینطور خورشید، برین جلوتر، برین جلوتر، میرسین که میفهمین که میرسه به اون کسی که علت نداره، در سلطان بی علت میرسی. بنابراین همه رو به جای اینکه منسوب بکنی به این علل غریبه یعنی نزدیک، منسوب کن به علت اصلی که خیالت راحت بشه. چون اینا رو قبول داریم، ما قبول داریم که من که الان دارم صحبت میکنم این زبونه که داره صحبت میکنه. ولی زبون که بیکاری چیز نیست که اینجا بخوای صحبت بکنه، که زبان دستور میگیره از مغز که این کلماتو به کار ببر، اون کلمه خوب نیست. حتی میخواد یه کلمه میاد بیاد میگه نه این کلمه مثلا موقر نیست، سنگین نیست، این کلمه رو نگو، اون کلمه رو بگو. اینا رو همه رو از اونجا میاد. مغز میگن آقا تو برای چی به خودی چیز میکنی؟ برای اینکه من یه شوری در دلم هست، از دل میاد، از دل این حرکت کرده که این دل دستور میده به مغز که توی فکری بکن، بالاخره حرفو بزن برای مردم. و دل دستور میده به مغز. هنر هم همینطوره، هنر از دل سرچشمه میگیره، دل میاد دستوراتش رو میده به مغز، مغز فکر میکنه، اندیشه میکنه، تکنولوژی خلق میکنه، وسیله خلق میکنه. بعد اون وقت میاد میدن به دست، به دست میگن شما اجرا بکنی. برای اینکه اجرا بکنم براش تار درست میکنن، تنبور درست میکنن که اجرا بکنه. حالا زبان فقط اجرا داره میکنه، زبان که خودش اینجا طراح برنامه نیست، اصلا نمیدونه. ممکنه خودش هم الان داره به خدا شکایت میکنه که این کیه ما رو هی تکون میده این ور اون ور، هی میزنه این ور، میزنه اون ور، بعد میبره بالا دوباره میره پایین. دیوانه است اصلا. اصلا شما اصلا به حرکات زبان اگه نگاه بکنید، دیوانات موجودی داره همینطوری خودش میزنه به در و دیوار. اما چون ما نمیدونیم چیکار داره میکنه، اون کسی که میدونه میفهمه که این از اون کسی که داره دستورات لازم رو به این میده که تو چیکار بکن، اونه داره تنظیم برنامه میکنه و حرف میزنه. و شما بعد از همه این صحبت ها نمیگی که من مثلا 1755 کلمه شنیدم، صاف میاد میره توی اون تاب باغ دل که میوش هوش هاست، میره در هوش شما و در ضمیر شما قرار میگیره. بنابراین این برهان مسلمه که هر چه که پیش میاد از خوب و بد، اون چیزی که خوب و بد، البته ما میگیم خوب و بد از حیثیت انسابو همش خوبه، ولی حالا این چیزه که ما بهش میگیم گر رنج پیشت آید و گر راحت یکیم، نسبت مکن به غیر که اینها خدا کنن. خیالت راحت میشه دیگه، نه کینه ای با کسی پیدا میکنی. چرا؟ برای اینکه این بیچاره مفلوک که اومده این دروغ گفته و این فتنه رو بپا کرده، این مبتلا شده به بیماری، گرفتاری داره. اون یکی که حریصه و هر شود که مال عرب و عجم رو میخوره، اینا بیچاره است، یه بدبختی بیچاره تر از اون، یه گدای دیگه است. شما
یه گدای مفلسی که میبینین در خیابون، این گدا به هر نسبتی که آدم بیشتر میخواد گداتر دیگه. اون کسی که محتاج 1000 تومنه با اون کسی که محتاج 1000 میلیون دلاره چقدر فرق میکنه؟ اون محتاج 1000 میلیون دلاره، اون گداتره، بدبخت و بیچاره است. اون وقت آدم خیالش راحت میشه که آدم ها در خور ملامت نیست. کسی در خور ملامت نیست، برای اینکه هر چیزی علت داره، علت داره تا میرسه به علت العلل. علت العلل هم هر کار کرده که خوب کرده، ما نمیدونیم که چرا این کار کرده. البته ما وظیفه خودمون رو باید انجام بدیم. برابر این باد نوروزی که داره میاد از کوی یار، یعنی اون داره فوت میکنه. مسیحا چیز هندی ها اینا رو خیلی مجسمش میکنن. هندی ها اهل تشبیه هن کلن، یعنی مشبهه بهشون میگن. مشبهه ما میگیم خیلی میکنم کافر هن. اونا به یه اسم دیگری، هم تشبیه داریم هم تنزیه داریم. یه گروهی خدا رو فقط تنزیه میکنن که هیچ کس به او دسترسی نداره. ای برتر از خیال و قیاس و گمان و به، نه مرکب بود و جز، نه مرئی نه محل، بی شریک هست و عرض شود که معان چیز تو غنیدان خاله. یه کسی میگه که نه، اینها اینه، خدا همین اینست که من درست کردم اینجا با سنگ، من در مقابل این میام عبادت میکنم. خداوند اینم اراده کرده، ان الله شاء ان یعبد بكل صوره، خداوند اراده کرده که به همه صورت ها عبادت بشه. یکی پیش این گل دامن میزنه و تعظیم میکنه، یکی پیش ماه، یکی پیش عکس ماه، یکی هم ماه رو هم میفهمه که ماه از کجا این خوشگلی پیدا کرده. ماه که سیاهه و بعضی اوقات نیستش اصلا، پس از خورشیده. بعد میاد یه خورشیدی، بعد از خورشید هم میگذره. خورشید عابد و شمس نباید آدم باشه. هر که نشناسد حجاب از روی یار، این خورشیدو بزن اون ور، ماه پشتش خداست. هر که نشناسد حجاب از روی یار، عابد و شمس است، دست از وی بدار. از این با در مدد خواهی، این بادی که از کوی یار میاد، از اگر مدد بگیری از این، چراغ دل برافروزی. چراغ دلت که خاموشه، با این باد نوروزی میتونی زندش بکنی و نو بشی. وظیفه ما در این عالم این نیست که دائما نگران این باشیم که بارانه، بعد آفتابه، باز دو مرتبه بارونه، باز آفتابه، همینطور قصه بخوریم و شادی بی خودی بکنیم، بلکه در میانه این بارش و تابش ما رشد باید بکنیم. تو فکر خودت باش، اگر سختی پیش آید، اندر بلای سخت پدید آید فضل و بزرگ مردی و سالاری. اگر راحتی پیش بیاد، نعمت الهی است که تو میتونی دریافت بکنی و ازش بهره مند بشی. از این با در مدد خواهی، چراغ دل برافروزی. چو گل گر خورده ای داری، خدا را صرف عشرت کن. یعنی اگه یه پول خوردی تو جیبت هست، خود چی بود؟ میگفت چه آقای 10 میلیون پول خورد داری؟ گفتیم اینا چه چیزایی دارن که گفت من دم دستم باشه. پول این عالم همش پول خورده، یعنی اصلا پولی نیست در این عالم، همش پول خورده، یعنی همش رو که خرج بکنی تازه هیچی نیست، همش رو بده. گر دنیا آخرت بیارند، که این هر دو بگیر و دوست بگذار، ما یوسف خود نمیفروشیم، تو سیم سفید خود نگهدار. خیلی اصلا میان میگن آقا من 10 میلیون میدم، یوسفو میدی؟ گاره بیام 10 میلیون میدم. اما آدم بایستی که 10 میلیون پولی نیست آخه، تو یوسف نازنین وجودت رو، شرافت انسانیت رو، عشقت رو، پاکی سیرتت رو، قشنگی چهرت رو، اخلاص و ارادتی که تو قیافت میتونه باشه، نگاه معصومت رو، اینا رو میفروشی به چی؟ چند میفروشی؟ هر چی بفروشی سرت کلا رفته، چون این گوهر گرانبهاست، این گوهر الهی تو بازار قیامت اینو میخرن، ولی اونا رو که نمیتونی جایی ببری مصرف بکنی که. برای این چقدر زیانکارن که آن که بسی سود نکرد، یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد، آن که یوسف به زر ناسره بفروخته بود. گفتم به عروس ده کابین تو چیست؟ خیام میگه گفتا دل خرم تو کابین من است، شادی تو بده به من. مهریه، گفت مهریه چقدره؟ حالا مادر فولاد زرم هست،
کج و کوله و 100,000 سالم عمرشه، مادر دهر دیگه، مادری است که 100,000 بچه‌ش کشته، حالا یه مزک سوزکی کرده اومده جلو میگه که شما همه شادیتو بده به من، یعنی عمر و تلاش و کوشش و فکر و اندیشه و برادری و دوستی و عشق و همه رو آلوده کن، صفای خاطرت رو کدر بکن، همه رو آلوده کن، اینا رو بده به من که من هیچ چیز توهماتی بهت میدم که تو مثلا رئیس توی اینجا. شیطان با همین آدم گول میزنه که و ما متاع شیطان الا غرور، متاع شیطان که میخواد به شما بده که شادیتون ازتون بخره، غرور یعنی فریب، یعنی گولتون میزنه، هیچ چیزی به خصوص اصلا چیزی نیست که بخواد ارزشی داشته باشه. حالا راجع به این بیشتر صحبت میکنیم که این شیطان چه نقشی داره در زندگی ما. یک کسی میگفتش که شیطان دیگه اخیراً شنیدیم استعفا کرده رفته، گفت آقا اینا که دیگه ما اصلا غلط بکنیم همچی فکرهای به سر ما نمیزده بود، ما یه سجده نکردیم، من صد میرم سجده میکنم. همین الان گفتن آدم رفته در سرندیب سجده کرده اومده، گفته که من میرم سجده میکنم. این عجب موجود عجیب غریبیه، 100,000 مثل منو تو جیبش میذاره. استعفا کرده رفته، اصلا شیطان نیست دیگه، اینا دیگه افراد دیگه هم دارن کار میکنن. چو گل گر خورده ای داری، خورده در واقع همین ظاهرا گل وقتی باز میشه یه خورده طلا و نقره چیزای زرد رنگی سر اون شاخک ها و اون گل چیزا هست، بله بله، اونجا اینو بهش میگن خورده. ضمنا خورده های چیزم که در طلاکاری به کار میبردن اونها رو میگن قرازه و خورده. قرازه به معنای متفرق و پراکنده. یه کتابی داره ابن سینا به نام قرازه حکمت. قرازه حکمت یعنی نه حکمت قرازه، قرازه یعنی تیکه خورده پاره های تیکه های کوچیک که اینا رو جمع بکنی ممکنه مثلا ذوب بکنی به چیزی برسه. خورده اون وقت برای ما، برای گل همون خورده است، برای ما همین عمرمونه که معلوم نیست چقدر پول خورده حالا نیست، 15,000 16,000 70,000 80,000 هیچی خورده است، جزء پول خورد حساب میشه در مقابل ثروت بیکران ابدیتی که به ما وعده دادن انبیا و اولیا. این یه پول خورده و اصلا چیز مهمی نیست، شما همش هم که خرج بکنین هیچی ندادین، چیز مهمی نیست. روزها گر رفت گور و باک نیست، تو به من ای آن که چون تو پاک نیست. اون کسی که هزاران هزار عمر خلق میکنه در هر لحظه، هر نگاهش 100,000 جان داره، تو از جان میترسی که مثلا دیروز تموم شد عمرمون تلف شده، ما پیر شدیم و میمیریم، اینا همچی چیزی نیست اصلا. این پول خورده تو داری خرج میکنی، ما یه 3,000-4,000 دادن به اون گفتن برو اینجا خرج کرده برگرد. چو گل گر خورده ای داری، خدا را صرف اشرت کن، اینو تلفش نکن، صرف شادی بکن که بیش از 5 روزی نیست. ببخشید که قارون را غلط‌ها داد سودای زراندوزی. قارون هیچ عیش و عشرتی نکرد از اون پول، جز مهنت و جز محرومیت و حسرت چیزی نبود. زجام گل دگر بلبل چنان مست می لعل است، که زد بر چرخ فیروزه سفیر تخت فیروزی. حالا اینا رو من نمیخوام شب زیاد بحث بکنم چون میخوایم به یه مسئله دیگری بپردازیم، ولی سفیر تخت فیروزی است. تخت فیروزی اسم یک گوشه در موسیقی که میخواد بگه که بلبل داره اون گوشه رو میخونه. ضمنا تخت فیروزی یعنی فیروزی بهار و به تخت نشستن سلیمان بهار. چو امکان خلود ای دل در این فیروز ایوان نیست، مجال عیش فرصت دان به فیروزی و بهروزی. طریق کام بخشی چیست؟ ترک کام خود گفتن. کلاه سروری آن است که از این ترک بردوزی. بزرگترین تعلیم همینه که میخوای به کام دلت برسی، کام دلت رو رها کن کلا، بگو کام خدا برآورده بشه، من میخوام اون کاری رو بکنم که خدا دوست داره.
خدا دوست داره یعنی چی؟ خودم دوست دارم. یعنی ما خودمون تجلی الهی هستیم دیگه. تو خودت چی دوست داری؟ همونایی که دوست داری اونها رو کامشو برآورده کن. تو مگه دوست نداری آدم پاکی باشی، راست باشی، درست باشی، محبوب مردم باشی، همه ازت به نیکی یاد بکنن، شرافت داشته باشی، انسانیت داشته باشی، کمال داشته باشی، شکوه و زیبایی؟ دوست نداری اینا رو؟ مگه دوست داری که اینا میشه رضای خدا؟ خدا تو رو اینجوری خواسته. خداوند تو رو اینجوری خواسته و تو هیچ به خودت نمیرسی. و سخن در پرده میگویم، این بیتش مورد نظره، که سخن در پرده میگویم چه گل از قنچه بیرون آی. این گل دیدی چه جوری باز شد، استعدادش نشون داد، اون خورده تلاشو در آورد، گل پراشو نشون داد، عطرش رو باز کرد. نه تو هم باید آخه نشون بدی که منم آدمی زادم دیگه، یا نمیخوای نشون بدی؟ باید نشون بدی که منم این گل باز شد، اون نسرین باز شد، اون نسترن نرگس باز شد و تو هم باز شو. تو نشون بده که من مورد سجود فرشتگان هستم. تو چرا مثل شیطان به آدم سجده نمی کنی؟ ما به آدم سجده نمی کنیم، میگیم چرا شیطان سجده نکرد؟ تو خودت چرا سجده نمی کنی؟ من اگر ببینی آدمی بودن خودت رو، که آدمیزاد یعنی چی؟ شما هر کسی دنبال یه آدمیزاد بزرگ میگرده دیگه. گفت دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو دد معلولم و انسان امرود. مگه دنبال آدمیزاد نمیگردی؟ خودت رو پیدا کن، خودت حقیقت و ذاتت آدمیزاده. بنابراین اگر که این گوهر رو تو در درون خودت پیدا بکنی و این رو به ظهور برسونی، چه چیزی بالاتر از این؟ تو هم نشون بده خودت رو، تو هم باز شو. و اگر انسان عمرش رو صرف به فعلیت رساندن استعدادهای خودش بکنه، که من استعداد این چیزا رو دارم، بنابراین میتونم به این چیزا برسم، استعداد بی خودی که نگذاشتن در من، بنابراین آدم بودن رو اگر انسان بشناسه. حالا محی‌الدین آدم رو معرفی میکنه. محی‌الدین 26 تا پیغمبر رو معرفی کرده در 26 جواهر. یک کتابی داره به نام جواهرات حکمت، گوهرهای حکمت، فصوص الحکم، که اینها خودش نقل کرده در مقدمه کتاب که شبی پیغمبر اکرم رو خواب دیدم، اشاره کردن به من که بیا اینجا. من اول فکر کردم با من نیستن، بعد دیدم نه، کاملا مشخصه که منو صدا میکنن. بعد آمدم اونجا، یه کتابی رو دادن دست من، گفتن اینو میبری به مردم درس میدی. و من این کتاب، همین کتاب فصوص الحکمه است که میگه من نوشتم و اینها سخنان اوست که در این کتاب آمده و من فکر نکردم درباره اینا، رو همینطوری دیکته شده به من. حتی این نیچه احوالاتی برش حاصل شده که اون کتاب چنین گفت زردشت نوشته. اینطوری نبوده که همینطوری بشینه و بگه خب بد نیست ما هم یه کتابی بنویسیم، این همه دارن برنارد شا نمیدونم فلان کتاب میشن، ما هم چیزی بنویسیم. اینجوری نیست. یه احوالاتی، انقلاباتی در درونش شده، رؤیاهایی رو دیده که اون رؤیاها رو به من نسیه ظهور رسونده. این کتاب طرح کلیش اینه که اولا پیغمبرانی که در قرآن آمده پیغمبران تاریخی نیستن که موسی بگن قبل از عیسی بوده، اون یکی شعیب قبل از اون بوده، بعد نمیدونم یعقوب کی بوده، در چه زمانی بوده، بعد میگردن دنبال مثلا این غار کهف مثلا در کجا بوده، عهد دقیانوس کی بوده. اینا رو تاریخی تلقی نکنین تا دوچار مشکلات بشن. بعضی میگن آخه موسی و عیسی کلی با هم فاصله داشتن، پس این موسی ابن عمران، این عمران همون پدر اون بوده، این خاله اون بوده، این کی بوده، یحیی کی بوده، یحیی و مریم کی همدیگر رو دیده بودن، اصلا همزمان نبودن. از این صحبت ها میکنن. اینا مال کسانی است که فکر میکنن این تاریخه، تاریخه، و بگن که بله آدم 6000 سال پیش بوده، بعد از اون مثلا فرض شیس آمده، بعد از شیس نمیدونم کیک اومده، بعد سام اومده، نوح بعد پسر سام، مثلا سام ببخشید سام پسر نوح، و اینا رو تاریخ برش مشخص میکنن. و بعد میگن که نوح مثلا 1000 سال، کیومرث مثلا 950 سال بوده، جمشید 950 سال بوده، کیومرث انقدر سال عمر کرده.
که همون آدم اول باشه. اینا تاریخ نیست اصلا. بعد میگن یوسف کجا بوده، از مصر اون موقع چجوری رفته، حساب میکنن چاهش کجا بوده. بعضی دارن میگردن چاه یوسف پیدا بکنن که ببینن این کدوم بوده، از تو چاه ارتفاعش چقدر بوده و این چجوری شده که از اون بالا که افتاده بچه ها انداختنش تای چاه این نمرده و این مدتی که اونجا بوده. دارن راجع به این چیزا بحث میکنن. اصلا داستان این نیست. چنج دی استوری، داستان عوضش کنید. داستان عوض کنید، بیان سراغ محی‌الدین. محی‌الدین میگه که این پیغمبر ها هر کدوم یه مرتبه ای از مراتب آدمیت هن. از مراتب انسانیت هن. تو مگه انسان نیستی؟ تو و آدم هم هستی. مگه انسان نیستی؟ نوح هم هستی. مگه انسان همه این هاست. منتها مراتب داره انسانیت، هر مرتبه ایش رو در یه نبی خداوند مجسم کرده. اون وقت فس و حکمت الهیه فی کلمت آدمیه. اولا همه انبیا رو گفته یه کلم است. نوح یه کلم است. مسیح کلمه مسیح. کلمتون من حسمه المسیح. یه کلمه هست که اسمش مسیحه. در قرآن آمده. بنابراین انبیا کلمات هستن. و این کلمات یه معانی داره. حالا میگن مسیح یعنی کسی که مساحی میکنه، لابد پیغمبر مهندسی خونده بوده. مساح به کسی میگن که زمینا رو متر میکنه، مثلا میگن جا تا اونجا 15 متره، اینا رو میگفتن مساح. خواجه مساح و مسیحش غلام، خواجه مد نظام میگه پیغمبر مساحتر بوده، برای اینکه به معراج رفته و آسمان ها رو طی کرده. اگر مسیح، چون مسیح میگن به علت اینکه پابرنه بوده و راه میرفته زمین رو مساحی میکرده و از این جهت بهش میگن مسیح. وقت نظامی میگه که اگه از این جهت بوده و این رو زمین را میرفته، اون را آسمون را رفته. بنابراین خواجه مساح و مسیحش غلام. آنت بشیر اینت مبشر بنا. این کلمات معنی لغویش در نظر نگیرید، اینا کلمات الهی هست. مثلا معنی خروس چیه؟ خروس میگن اصلا از اولش خروش بوده، بعد نمیدونم کروش بوده، بعد نمیدونم چی بوده، میگردن دنبال این. نه، ما میخوام بگم خروس از کجا اومده؟ خروس چه حرفی داره در عالم بزنه؟ مسیح کی بوده؟ موسی کی بوده؟ اینا رو محی‌الدین در 26 فصل، 27 فصل که هر کدومش یه جواهره و جواهر اولش فس و حکمت الهیه فی کلمت آدمیه، فس و حکمت صبوحیه فی کلمت نوحیه، یعنی صبوحیت خداوند رو در کلمه نوح گذاشته. چرا؟ برای این که وقتی میگه اون منزه هست، همه عالم باید غرق بشن. یعنی اون طوفان نوح هم از این طوفان ها نیست. این طوفانی است که شما باید را بندازی. باید یه طوفانی را بندازی که همه رو غرق بکنه. و در اون طوفان هست که سبحان الذی میگیم اسرا به عبدهی، اون سبحان اقتضای اون طوفان رو میکنه. پس و حکمت صبوحیه فی کلمت نوحیه، فس و حکمت وجودیه فی کلمت داوودیه. حالا چرا بعضی ها فکر میکنن که اینا رو چون قافیه شده، قافیهش میخورده، مثلا هر کدوم یک کلمه؟ اینجوری نیست. اینا دلیل خاص داشته، وگرنه در مورد یوسف فس و حکمت مثلا میتونسته بگه کفیه فی کلمت یوسفیه، ولی این نکرده، این کارو گفته فس و حکمت نوریه فی کلمت یوسفیه. وجود رو به حضرت داوود نسبت داده. البته اینا رو با تفسیر ما باید صحبت کنیم، ولی برای اینکه حضرت داوود عاشق بوده و عشق مسابق وجوده، عشق مسابق با وجود، و هر کجا وجود هست عشق هست، هر کجا عشق هست وجود هست، هر چه عشق بیشتر وجود بیشتر، وجد بیشتر، شادی بیشتر و تصرف در کائنات بیشتر. برای اینکه حضرت داوود انقدر تصرف در کائنات داشت که همه باهاش کر میخوندن. یعنی حضرت اون میخوند تمام کوه و گفته بودن یا جبال ابوی مع داوود، شما با داوود هم صدا بشین و بخونین، وقتی اون میخونه شما بخونین. این یه مرتبه ایست از مراتب وجود ما که ما اگر به اون برسیم، به اون وجود برسیم، به داوود میرسیم، خوش نغمه میشیم، خوش صدا میشیم در این عالم، میتونیم آواز خوش بخونیم.
و میتونیم عاشق 100% بشیم، نه عاشق 99%. و اون 99 تا زنو که داریم یه دونه دیگه بگیریم بشه 100 تا، بشه حضرت داوود. فس و حکمت نوریه فی کلمت یوسف، حضرت یوسف به خاطر زیبایی اونجا صحبت نوره، چون زیبایی از جنس نوره، میگن نور جمال شما، ای فروغ حسن ماه از روی رخشان شما، آبروی خوبی از چاه زنخدان شما، زان که زد بر دیده آب از روی رخشان شما. این نوره در واقع زیبایی. و حالا من اون وقتا نمیفهمیدم، مرحوم پدر میگفتن خطت بد نیست ولی نور نداره. گفتیم نور چه سیغه دیگه با داریم مینویسیم؟ این نون سه تا نقطه باید باشه، نمیدونم اینجاش باید دو تا نقطه باشه، اونجاش باید فلان باشه. نه نور، گفتن نه، نور یه چیزیست که باید وارد خط بشه، اون جمال الهیه. نور وقتی که خط انسان منعکس کننده immediate reflection of manifestation of God میشه، به قول پوپ، پروفسور پوپ در مورد خط نستعلیق میگه که خط نستعلیق انعکاس بیواسطه جمال الهیه. وقتی که به اونجا رسید اون وقت خط میشه، وگر نه توش هرس نشون میده، حسادت نشون میده، ناشیگری نشون میده و خلقیات من رو تو خط نشون میده. و من تا آینه پاک نشم نمیتونم خط خوب بنویسم. فکر نکنه میتونه آدم خطات بشه به این سادی یا هنرمند بشه. نور جمال نور الهیه، الله نور السماوات والارض. بنابراین اگر میخوای به مقام یوسفی برسی بایستی که به اون نور برسی. بنابراین آدم، حالا فصل حکمت فردیه که در آخر گذاشته، فی کلمت محمدیه، حکمت فردیت که این یکی منفرده نسبت به همه اونها و در عین این فردانیتش جامعیت داره، ولی اون که فرد شد و یگانه شد همه اونها رو در بر میگیره. آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری. ولی آدم، حالا صحبتی بود که ما آدم رو پیدا کنیم و مثل گل این قنچه وجود ما که این آدم اون توه، اینو ما بازش بکنیم در معرض نسیم سبای قدسی، نسیم سبای انفاس قدسی سعدی و حافظ و مولانا. اون باید بخوره به این گل، چون همونطور که این گل یه جوری باز میشه اون نفس بهاری باید نفس خزانی بخوره میرزه. بنابراین اون نفس باید بخوره که ما شکوفا بشیم، یعنی معلوم بشه که ما آدمی زادیم، وگرنه در همون قنچه انسان پژمرده میشه و میمیره. پس ما چیکار بکنیم که شکوفا بکنیم؟ پس تو حکمت الهیه، برای اینکه آدم مظهر الهه، مظهر رحمان نیست، مظهر اونا هست البته، ولی اله بودنش مطرحه، یعنی جامعیتش. آدم مظهر همه اسماء الهی و علم الادم الاسماء کلها. و اینکه ما استعداد داریم برای هر کاری، این استعداد مال آدمیت ماست. اینکه ما برتر از فرشتگان هستیم به خاطر اینی که فرشتگان هر کدوم یه مرتبه خاصی دارن و آدم از هیچ مرتبه‌ای، هرچند در هیچ مرتبه‌ای متوقف نشده. معنی 99 تا زن و 100 زنش هم یه معنیش در مورد حضرت داوود اینه، ولی آدم در داوود هم متجلی هست البته. حضرت داوود هم آدمه، همه ما آدم، پیغمبر هم آدم بوده. چرا؟ برای اینکه از این حیث که ما مظهر جامعیت اسماء هستیم، از این حیث هممون آدمیم. بنابراین ما که آدم هستیم این اسماء رو باید به ظهور برسونیم. شغل ما بنابراین معلوم میشه که من شغلم این است که میخوام ببینم اسمای من چه چیزایی هست. من فقط یک اسم ندارم، من 101 اسم دارم، اسمای خداست همش. مثلا مهیمنیه، فصل و کلمت، فصل و کلمت مهیمنیه فی فصل و حکمت مهیمنیه فی کلمت ابراهیمیه. حضرت ابراهیم بیشتر اون اسم رو متجلی میکنه که در کلمه مهیمن، در صفت مهیمن هست. برای حضرت آدم جا مقام جامعیت ما و محدود نشدنه. هر کس خودشو کرد توی قوطی و اسمی برای خودش گذاشت، این آدم نیست. هر کس که گفتش که من فلان اسمم، من سوسیالیسمم، مثلا سوسیالیست چه آقا، من کمونیستم، کمونیستم مثلا، من سورئالیستم، من اینا یعنی چی؟ یعنی من آدم نیستم. چون آدم همه ایناست.
آدم نگاه میکنه به همه هستی، مراتب هستی رو نگاه میکنه و هر کدومش رو در جای خودش قرار میده و همه رو قبول میکنه. من آدمم، بنابراین من میتونم بفهمم که اون چیکار داره میکنه، این چیکار داره میکنه. فرشته ها رو همه رو میشتم، درس دادم به فرشتگان. ما پدرمون بالاخره معلم فرشته ها بوده و به هر فرشته ای آدم گفت که اسمت چیه. آدم میتونه بفهمه که تمام اسامی فرشتگان در بهشت چیه، اگر که آدم بودن خودش رو به کرسی بنشونه. بنابراین چو گل گر خورده ای داری، من امروز به این مقدار بسنده میکنم که این کتاب رو فقط معرفی کرده باشم که کتاب نفیسی است و پرسر و صدا ترین کتاب در فرهنگ اسلامی بوده. یعنی شاید کمتر کتاب باشه که اینقدر درباره شهر نوشته باشن و شهرهای مفصل و مشکل تر از متن. یعنی اینقدر شهرها نوشتن که شما اصلا پشیمون میشین از خوندن اون کتاب و میگین آقا ما این برای ما ننوشتن، برای هر کی بوده. در صورتی که مطلب اونقدر پیچیده نیست. البته محی الدین به یه زبان بسیار سنگینی این نوشته. چرا؟ برای اینکه نامحرم هست و هر کسی محرم این سخنان نیست. گفتش که اگر که اینو به نااهل، اولش گفته که اگر این حرفا رو به نااهل رسوندی، به گوش نااهل رسوندی، خداوند بین من و تو داور خواهد بود در روز قیامت، که این حرفا رو ضایع میکنی. و همجهت یه افرادی که اومدن شرح کردن، اونا هم به سیره محی الدین در پرده گفتن، اونا هم که خیلی ساده گفتن، اونا هم در یه پرده سادگی گفتن، چون سادگی خودش یه پرده عجیبیه که آدم ها خیال میکنن فهمیدن و نفهمیدن. همین سعدی فوق العاده ساده است، ولی در این حال وقتی آدم غور میکنه در معانی کلماتش و اینا، متوجه میشه که نه، من چیزی نفهمیدم از این هنوز. طریق سخن در پرده میگویم، این حرف هم دارم یواشکی بهت میزنم، این هم باز خودش از همون سخنانیست که در پرده باید گفت. سخن در پرده میگویم چو گل از غنچه بیرون آی. این بزرگترین نصیحت اینه که تو غنچه هستی که گل شو، شکفته شو، بخند به روی عالم و همه کمالات خودت رو، عطر و رنگ و بو و رایحه و زیبایی و دلبری و مخ، ببین که چند تا بلبل برات میخونن. در غنچه هنوز و صدت عندلیب هست. ندانم نوحه قمری به طرف جویباران چیست، مگر او نیز همچون من غمی دارد شبان روزی. ببخشید اینو نخوندم که سخن در پرده میگویم چو گل از غنچه بیرون آی، که بیش از 5 روزی نیست حکم میر نوروزی. اینم چند بار توضیح دادیم برای دوستان که یه نفر رو اول نوروز رسوماتی بوده که معانی داشته، که اینو می آوردن یک تاج میذاشتن سرش، تاج قلابی میذاشتن سرش، میگفتن ایشون پادشاه است، میره، امیر ماست، همه تعظیم میکنن. اینا 5 روز، تا روز پنجم هنوزم خلع میشه. حافظ میگه که این روز پنجم خلع میشه و شما اگر خوب نگاه بکنید غرور پیدا و وقت چقدر خنده داره که این آدمی که میره 5 روزی هست، یه غروری هم پیدا کنه و بگه که شما چطور جرأت کردین اینجا، تعظیم کنید به من، و مغرور بشه و ما خودمون اینو تاریخ گذاشتیم سره، تو کاری نبوده که ما اینو گذاشتیم که حالا بازیه داریم میکنیم. و یا حالا مثلا آقا پولدار شده، اون یکی نمیدونم عالم شده، عالم نیست، قرار شده که حرفو تو بزنی، آره تو که من عالمم، ما چیز بکنی. اینا خیلی خنده داره که بیش از 5 روزی نیست حکم میر نوروزی. ندانم نوحه قمری به طرف جویباران چیست، مگر اون نیز همچون من غمی دارد شبان روزی. نمیدونم این قمری مرا ره زد آوازش، که پرسم ز دل رازش، سخن با که میگوید دهد از چه آگاهی. این پرنده چی داره میگه؟ قمری که داره میخونه، همی گفت و مینالید برو زین چمن، ورنه ترا تیر عشق آید چون من بر گذرگاهی. گفت اینجا برو یه جای قایم شو، وگرنه تیر عشق میاد میخوره بهت. جوابش اینه که من اصلا میخوام همین واسادم اینجا که تیر بیاد بخوره به ما. میگه که مگر نکنه اینم مثل من عاشق شده. حافظ میگه این قمری هم مثل ما عاشق شده و یک غم شبان روزی داره. می دارم چو جان صافی و صوفی میکند عیبش، خدایا هیچ عاقل را مبادا بخت بد
روزی این چه بدبختیه که این شراب رو و این عشق رو روزیش نیست و آدم واقعا حسرت میخوره که یعنی دریغ میخوره که چطور بعضی از این آب حیات خودشون رو محروم میکنن. جدا شد یار شیرینت کنون تنها نشین ای شمع، که حکم آسمان این است اگر سازی و اگر سوزی. به عجب علم نتوان شد ز اسباب طرب محروم، بیا ساقی که جاهل را هنیتر میرسد روزی. یا بیا حافظ بیا ساقی که بله جاهل را هنیتر میرسد روزی. میان در مجلس آصف به نوروز جلالی نوش، ظاهرا یه روز نوروزی بوده این شعر گفته، ز مدح آصف آصف ببخشید که بخشد جرعه جامت جهان را ساز نو ساز نوروزی. نه حافظ می کند تنها دعای خواجه تورانشاه، ز مدح آصفی خواهد جهان عیدی و نوروزی. نوروزی به معنای هدیه است. جنابش پارسایان راست محراب دل و دیده، جبینش صبح خیزان راست روز فتح و پیروزی. شرمنده هستم از روی غزل که فضای مساعد برای بیان اون چیزهایی که در دلم بود پیدا نکردم، ولی انشالله ما اگر بخوایم در این سال نو به یه برکتی برسیم و سال دیگه همین موقع تبریک تازه‌ای به هم دیگه بگیم، این است که این توصیه حافظ رو گوش بکنیم. و این توصیه هم من فقط یه چند دقیقه 3 دقیقه یه توصیه کلی بکنم که شما اول باید دو تا زبون یاد بگیرین برای اینکه به این شکوفایی رو بتونیم برسونیم. دو تا زبون باید یاد بگیرین، یکی زبان راست ظاهریه که شما باید بخونیم بالاخره ببینیم حافظ چی گفته، سعدی چی گفته، شکسپیر چی گفته، زبان ظاهری رو باید یاد بگیرید. بنابراین یه بخشی از وقتتون صرف ادبیات بکنید، زبان یاد بگیرید، لطایف زبان یاد بگیرید، زیبایی های زبان یاد بگیرید، معانی باطنی لغات یاد بگیرید، انس بگیرید با ادبیات. دومی که زبان دل، که اینا در چه عوالمی بودن که این حرفا رو زده بودن، زبان دل اینها رو اگر یاد نگیرید، هزار تا زبان فرانسه، انگلیسی، زبان ها رو یاد بگیرین، همه رو هیچی آخرش آدم نمیفهمه. باید زبان دل رو یاد بگیرین. زبان دل که یاد گرفتین، اون وقت در اثر مصاحبت با این بزرگان یواش یواش این باغ دلتون، حالا این تشبیه کرده به قنچه، یعنی باغ بی نهایت دل، این به تدریج شکوفا میشه. و نشان شکوفا شدنش هم این است که انسان میخنده و شاد و سرخوشه دائما. اگر کسی رو دیدین که هنوز قصه‌ای در دلش هست، مشغول این کار نیست. چرا؟ برای اینکه شما دنبال، اگر آدم دنبال بهترین و زیباترین معشوق عالم باشه، این آدم بهش بد نمیذاره که. هر کاری که داریم میکنی شما میگین من دارم دنبال یوسف میگردم، لذت بخش خودش، حالا رسیدی یا نرسیدی، حالا دیرتر زودتر، ولی این کار خیلی لذت بخشه. شما کجا داری میری؟ من دارم میرم خواستگاری. دنبال چی میگردی؟ دنبال یه دختر خوب میگردم. لذت داره آدم خواستگاری رفتن؟ خودش کلی لذت داره که آدم در جویای یک خواستگاری خوب باشه. بنابراین شما که مهمترین خواستگاری دنیا رو کردین و گفتین که من میخوام از این آدمه که مظهر الهیت هست از این خواستگاری بکنم، که آدم باید سرش رو بذاره پایین. ما غرور نباید داشته باشیم، ما نباید مثل شیطان تکبر داشته باشیم. این سجده رو برای این گذاشتن که تو به این قیافه در بیای، نه برای این که فکر کنی مثلا نمازم خوندم بعد سرتو بلند کنی دو مرتبه فخر بفروشی که بله من نمازم اول وقت خوندم. اینو برای این درست نکردن، اینو برای این گذاشتن که تو خاک بشی در برابر حق و تو متواضع بشی و سجده بکنی. ما سجده نمی کنیم، ما سرکشی داریم می کنیم. در مقابله میاد آدم می بینه که این حق با اینه ولی سجده نمی کنه.
سجده نمیکنه. اون وقت این نمازه رو بهانه کرده و میگه که بله من نمازم مرتب دارم، تو سجده نمیکنی. ساجد من از ساجدین، سید و ساجدین میگن حضرت امام زین العابدین سید و ساجدینه. بعضی ها میگن خب چجوری سجده؟ میگفتن سرشو میذاره شب رو مهر. یکی معنی سجده رو نمیفهمن، این کار میکنن و میخوان برای امام مقام قائل بشن. میگن حضرت سرشو میذاشته رو مهر، شب صبح بلند میکرد. میتونی بکن، ما یه دقیقه میخوام سجده بکنم. من خیال کردم سجده اینه، این سجده نیست اصلا. اینو فقط یه تمرین سرفرود آوردن در برابر خداست که تو یاد بگیری که باید تعظیم بکنی. وقتی رسیدی به حقیقتی تعظیم کن و بگو که من سبحان ربی العظیم و بحمده. وقتی که به یک زیباروتری رسیدی به اونم تعظیم بکن، نه که فکر بکنم که دیال اومده اینجا میخواد برای ما چیز بکنه اینا، و شروع بکنی اونی یه جوری تصدیق کن زیبایی رو و صدق بالحسنا، قبول کن، قبول کن که این زیباست، قبول کن که این کتاب بهتر از کتاب منه، قبول کن که شعر اون بهتر از شعر منه. تعظیم کن در برابرش، سجده کن در برابر سعدی، در برابر مولانا، یعنی در برابر خدا. برابر این سجده کردن وقتی معنیش نمیفهمن، یه مرتبه مثلا میگن که این کلمه واس چیز در قرآن چون آمده اینجا، به محض اینکه شنیدن همه واس سجده بکنن و معنی سجده رو نمیدونن، معنی سبحان ربی العظیم به حمد رو نمیدونن. فکر میکنن که این یک آداب و سنن است که وقتی انجام دادن دیگه کارش تمومه و ما نمازمون رو خوندیم. نمازمون نخوندیم هنوز، نمازمون رو همیشه بعد از نماز باید بخونیم. این نماز تمرینه، مثل که مثلا یه کسی اومده تمرینش کرده حالا میخواد به سخنرانی بکنه، میگن سخنرانیم کردم من. بابا نکردی هنوز، اینا تمرین بود، داشتی یه مقداری آماده میشدی برای اینکه نماز بخونی. نماز بخونی، نماز تو بازار، تو سر کار، با همسرت، با بچهت، با زندگی، اونجا باید نماز بخونی. اونجا که نماز نمیخونی یه فایده نداره نماز صبح. بنابراین ما معنی ابا و استکبر ابا کرد، گفت من سجده بکنم به این، این وقتی این تو وجود ما هست دیگه سجده فایده نداره که. این تو وجود ما هست که من ابا میکنم، من نمیکنم این کارو، من در مقابل این سرم بره، من قبول نمیکنم که این بهتر از منه، هر جوری شده اینو میکشمش پایین. این حسادت، این دست شیطان هست، این صفت که به هیچ وجه رضایت نمیده که بالاتر از خودشو ببینه. بنابراین گفت مولانا که این صفت ابلیسه و این صفت رو ما ترک بکنیم که انا خیرون منهو، من از اون بهترم. اگه اینو گذاشتی کنار دیگه در حال سجود هستی دائما، همه سید و ساجدین میشی، یعنی 24 ساعته ساجد هستی، دائما سرت در مقابل پروردگار رو زمینه، اصلا بر نمیداره سر تو. ای سر اگر سری مکنین سجده سرسری، سرتو میذاری زمین دارتو بر میداری. این سر رو گفتم بذار زمین، این سر یعنی این منیت من، اینو گفتم برد بذار زمین دیگه، نه دو مرتبه هم دیگه بذار سرت این کلا رو، این کلاه سروری رو گفتن که اینو بذار زمین، گوش نمی کنی. بنابراین انشاءالله ما این توصیه حافظ رو بپذیریم، اون وقت زبان اهل دل رو یاد بگیریم و در مصاحبت اونها یواش یواش شکوفا میشین شما. و بزرگان دنیا هم آثارشون هست هم زنده شون هست، بگردین پیدا میشه، بالاخره در مصاحبتشون میرسادن و به برکت اونها انشالله سال دیگه با خودتون عهد بکنین که من سال دیگه اینی که الان اینجا هستم نیستم. اگر که شما میبینین این بچه ها رو آدم هی لذت میبره، برای اینکه اول کوچولوه، بعد یواش یواش دندون در میاره، مادرش میگه دندون در آورده، بعد رفت دیگه من یک امروز یه ماشین بلد شده یه کلمه حرف میزنه، برای اینکه تغییر میکنه یه کاری میکنه که سال قبل دیگه نمیکرده، بعد یه وقت بالغ میشه، بعد یواش یواش میگه هنوز عاقل نیست، بعد یواش یواش میگه پسرم دیگه عاقل شده، چیز شده اینا. این تغییره که اینو شیرینش میکنه، اگر نه یه دسته گل که میذاره اینجا بعد از چند روز دادن به حسرش سر میره دیگه. گل مصنوعی همینه،
لذت نمیده به آدم. بنابراین ما سال دیگه این موقع یه خورده زیباتر شده باشیم، یه خورده باسوادتر شده باشیم، یه خورده مدارا بیشتر بکنیم، یه خورده حلممون بیشتر بشه، لبخندمون بیشتر بشه، شادی دلمون بیشتر بشه، یه خورده مهربونتر بشیم، یه خورده دور هم بگردیم، خدمت بکنیم به همدیگه و درد همدیگه رو بپرسیم، چاره جویی بکنیم برای مشکلات همدیگه، یه خورده بهتر بشیم. سال بعدم یه خورده بهتر، یه وقت هم آدم نگاه میکنه اینه خوب شده، بعدم دیدیم آدم مریضه، بعد یه خورده قرص میکنه، بعد یواش یواش یه خورده عطسش کم میشه، بعد میگه خوب شدم. اگر روزی اومدی گفتی که خوب شدم، پروین، زری، حسین، حسن، من خوب شدم، دیگه چیز ندارم، بیماری ندارم، نه عقده‌ای دارم، نه حسدی دارم که ندارم، اون روز عید نوروزه. انشالله که به این نوروز برسیم، انشالله.